سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با عواملی که فشار خون رو بعد از سن 40 سالگی کاهش میده مطالب مهمی رو با شما در میون بذاریم. با افزایش سن شریان‌های ما میتونه خاصیت ارتجاعی طبیعی خودش رو از دست بده و در طول زمان باریکتر و انعطاف‌پذیرتر بشه و این هم باعث افزایش فشار خون میشه و در نتیجه قلب ما باید سخت‌تر کار کنه تا خون رو در سراسر بدن به گردش در بیاره که بیشتر با تصلب شرائین شناخته میشه. بیماری که با آسیب دیوارهای شریان مشخص می‌شود، این فرایندها رو به آرامی و اغلب بدون هیچ علائم واضحی اتفاق می‌افتند. به همین دلیل که بیماری قلبی به عنوان بیماری قاتل خاموش هم شناخته میشه. متأسفانه اغلب اتفاق می‌افته که حمله قلبی اولین علائم میباشه. بنابراین امروز ما گام‌های عملی برای جلوگیری از فشار خون بالا بعد از 40 سالگی رو بررسی می‌کنیم که شامل غذاهای فوق‌العاده خاص و یک چک‌لیست که نه تنها می‌تونه فشار خون بلکه کیفیت کلی زندگی رو نیز بهبود ببخشه. در وهله اول ببینیم فشار خون چیه. فشار خون نیرویی است که خون شما به دیواره رگ‌های شما وارد می‌کنه. این نیرو برای حفظ جریان خون لازمه و اندام‌ها و بافت‌های شما رو با اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز تأمین می‌کنه. با این حال زمانی که این نیرو بیش از حد بالا بره، وضعیتی به نام فشار خون بالا پیش میاد که می‌تونه خطر بیماری قلبی، سکته مغزی، بیماری کلیوی و سایر مشکلات جدی سلامتی رو افزایش بده. اولین مورد که می‌تونه خطر فشار خون رو کاهش بده، داشتن وزن سالم میباشه. ممکنه هر بار که به پزشک مراجعه کردید به شما توصیه شده که وزن کم کنید، اما واقعیت اینه که برای افرادی که وزن اضافی دارند این موضوع بسیار حیاتی است. کاهش وزن یکی از بهترین گام‌ها برای رساندن فشار خون به محدوده ایمن‌تره. به گفته وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، کاهش حتی 10 پوند که تقریبا معادل با 5 کیلوگرم میباشه فشار خون رو کاهش میده. یکی از نگرانی‌های خاص چربی‌های احشایی هستند، چربی‌هایی که در اطراف شکم و اندام‌ها تجمع پیدا می‌کنند و این چربی‌ها کارشون اینه که هورمون‌هایی رو آزاد می‌کنند که باعث التهاب، مانع عملکرد انسولین و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری قلبی رو افزایش میدن. شماره 2، سعی کنید آفتاب کافی دریافت کنید. نور خورشید فقط لذت بردن از فضای باز نیست. نور خورشید همچنین نقش مهمی برای سلامتی به ویژه در تنظیم فشار خون داره. آفتاب بهترین منبع ویتامین دی میباشه. ویتامین دی پایینی دارند، بیشتر با فشار خون بالا، فیبریلاسیون شریانی، نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونل قلب دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع طبق تحقیقات منتشر شده در مجله معروف سرکولیشن، افرادی که ویتامین دی کافی ندارند 30-50% بیشتر در معرض خطر مرگ و مشکلات عروقی قرار دارند. مطالعه‌ای که در سال 2012 توسط دانشگاه جان هاپکینز انجام شد نشان داد که سطوح کافی ویتامین دی با کاهش پروتئین واکنشی سی که نشانگر التهاب عمومی در خون است مرتبطه. برابر این هر کاری که میتوانید برای کاهش آن انجام دهید میتونه تفاوت بزرگی رو در بدن ایجاد کنه. به طور خاص ویتامین دی یکی از اجزای مهم مدیریت فشار خونه و قرار گرفتن در معرض آفتاب طور منظم بهترین راه برای دریافت اونه. میتونید از اشعه آفتاب لذت ببرید، اما این کار رو به صورت متعادل انجام دهید تا از سوختن پوست جلوگیری کنید. شماره 3، الکل. نوشیدن الکل رو محدود کنید. در حالی که یک لیوان شراب قرمز ممکنه به دلیل فواید قلبی اون مصرف بشه، اما میتونه کشتی رو در جهت مخالف هدایت کنه، یعنی فشار خون رو بالا ببره و خطر بیماری قلبی رو بیشتر کنه. انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه که اگه مشروب میخورید مصرف خود رو به بیش از 2 نوشیدنی در روز برای مردان و 1 نوشیدنی در روز برای زنان محدود کنید. در واقع استفاده بیش از حد از این محدودیت ها میتونه منجر به فشار خون مزمن، آسیب کبد بشه. الکل نه تنها مستقیما بر فشار خون تاثیر میذاره، بلکه میتونه با اثر بخشی داروهای فشار خون نیز تداخل داشته باشه و مدیریت فشار خون موجود رو دشوارتر بکنه.
از طرف دیگر فواید مصرف متوسط الکل در اکثر افراد برخی از مزایای روانشناختی رو به همراه داره. الکل در حد تعادل خودش میتونه استرس و استراب رو کاهش بده و در عین حال اعتماد به نفس رو بهبود ببخشه. همچنین میتونه فواید تغذیه‌ای هم داشته باشه. در افراد مسن مصرف متوسط الکل میتونه فواید بهبودی در بدن داشته باشه. علاوه بر این مصرف متعادل الکل با نرخ پایین‌تر بیماری قلبی به ویژه در افراد مسن و کسانی که قبلا در معرض خطر بیماری قلبی بودند مرتبطه. الکل باعث افزایش سطح کلسترول نوع خوب می‌شود و در عین حال غلظت کلسترول بد رو کاهش میده. همچنین خطر تشکیل لخته غیر طبیعی در رگ‌های خونی رو پایین میاره. اخیراً علاقه زیادی به رسورسترول، یک ماده شیمیایی گیاهی موجود در شراب‌های قرمز و غذاهای مانند انگور و آجیل شده است. برخی از محققان بر اساس آزمایش‌هایی که روی آن پیشنهاد می‌کنند که رسورسترول ممکنه بتونه خطر ابتلا به برخی بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و بیماری‌های کبدی رو کاهش بده. با این حال، اگه محققان مشخص کنن که رسورسترول در ارتقای سلامت انسان مؤثره، مقدار مورد نیاز اون زیاد خواهد بود که باید به صورت مکمل خاص مصرف شود، نه به شکل شراب قرمز. شماره 4 استعمال دخانیاته. همین ما میدونیم که سیگار کشیدن مضره. سیگار نه تنها باعث افزایش بزرگ شدن شکم میشه، بلکه به رگ‌های خونی هم آسیب میرسونه و شریان‌ها رو سخت‌تر میکنه که در انتها مستعد ابتلا به تصلب شرائین میشن. اگه سیگاری هستید، ترک اون بهترین کاریست که میتوانید برای فشار خون و سلامت کلی خود بدن انجام بدید. شماره 5 استرس رو مدیریت کنید. استرس طولانی عامل اصلی فشار خون بالاست. مطالعه در سال 2007 در شرکت کنندگان مبتلا به فشار خون بالا تحت تنظیمات طب سوزنی کایروپراکتیک قرار گرفتند و کاهش قابل توجهی در فشار خون آنها مشاهده شد. این کاهش به قدری قابل توجه بود که با اثرات داروهای کاهش دهنده فشار خون مطابقت داشت. محققان بر این باورند که این به دلیل شکل خاصی از ستون فقراته که میتونه بر روی اعصاب قسمت بالایی گردن تأثیر بذاره و نقش مهمی در تنظیم فشار خون بذاره. به غیر از مراقبت‌های کایروپراکتیک، درمان‌های فیزیکی دیگری وجود داره که ممکنه در نظر بگیرید. در جمله این موارد میتوان به ماساژ هم اشاره کرد. به عنوان مثال، ماساژ میتونه سطح کورتیزول بدن و تپ سوزنی که یک درمانگر سنتی چینی است که شامل قرار دادن سوزن‌های نازک در نقاط خاصی از بدن هستند، میتونه به این امر کمک کنه. در حال حاضر مکانیسم‌های دقیق اون مشخص نیست و تصور میشه که تپ سوزنی ممکنه باعث آزاد شدن انتقال دهنده‌های عصبی بشه که به گشاد شدن رگ‌های خونی کمک میکنه و در نتیجه فشار خون رو کاهش میده. بعضی غذاهایی که اکثر مردم به طور منظم مصرف میکنند مانند بادام زمینی، صدف، تخم مرغ یا شیر میتونه باعث واکنش شدید سیستم ایمنی بشه. حتی مقدار کمی از بادام زمینی سلول‌های ایمنی رو در سراسر بدن تحریک میکنه یا باعث ایجاد التهاب میشند. در بسیاری از افراد التهاب موضعی آسیب محدود ایجاد میکنه. به عنوان مثال، بعضی افراد وقتی طالبی میخورن دهان و گلوی اونها خارش پیدا میکنه و این به این دلیل که راه‌های هوایی منقبض با مخاط مسدود میشه و در نتیجه منجر به تنگی نفس میشه که این خود رگ‌های خونی رو گشاد و نفوذپذیر میکنه، به طوری که فشار خون رو به شدت کاهش میده و منجر به اختلال گردش خون میشه. این حالت شوک به نام آنافیلاکتیک نامیده میشه که اگه فوراً درمون نشه تقریبا کشنده است. به همین دلیل بسیاری از افراد مبتلا به آلرژی‌های غذایی شناخته شده کیت حاوی تزریق یک محرک قوی به نام اپینفرین رو با خود هم می‌کنند. این دارو می‌تونه علائم رو به اندازه کمی کاهش بده و به بیمار فرصت میده که برای دریافت مراقبت‌های پزشکی به اورژانس مراجعه کنه.
شماره 7، مراقب مصرف نمک خود باشید. اگه به شما توصیه‌هایی در مورد کاهش فشار خون داده شده، به احتمال زیاد شاید به شما گفته شده باشه که مصرف نمک خودتون رو کاهش بدید. این به دلیل سدیم بیش از حده که آب رو حفظ میکنه و منجر به افزایش حجم خون میشه. انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه که افراد مصرف سدیم خود رو به بیش از 1500 میلی گرم در روز محدود کنند. این تقریبا معادل 2/3 قاشق چای خوری است. اما متاسفانه بیشتر مردم بیش از 3400 میلی گرم در روز، بیش از 2 برابر حد توصیه شده مصرف میکنند. ولی این همه سدیم و نمک از کجا میاد؟ شاید تعجب کنید، اما بیشتر از غذاهای فراوری شده و رستورانی منشأ میگیره. در واقع بیش از 70% از سدیم و نمکی که مردم مصرف میکنند از غذاهای بسته‌بندی شده، غذاهای حاضری و رستورانی تهیه میشه. قابل توجه است که یک برش پیتزا حاوی 107 گرم سدیم می باشه. همینطور یک سوسیس هات‌داگ حاوی 52 گرم نمکه. می رسیم به شماره 8. غذای مناسب مصرف کنید. رژیم غذایی سرشار از غذاهای کامل مانند میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های با کیفیت و ادویه‌ها به کنترل فشار خون کمک می کنند. از سوی دیگه غذاهای فراوری شده و نوشیدنی های شیرین حاوی مقادیر زیادی نمک، قند، غلات تصفیه شده و چربی های سمی هستند که مصرف اونها به یک فاجعه برای بدن تبدیل میشه. برخی از غذاهای فوق العاده مفید برای فشار خون عبارتند از غذاهای غنی از منیزیم، مانند سبزیجات برگ سبز، حبوبات، آجیل و دانه ها هستند که با آرامش رگهای خونی کمک میکنند و در نتیجه پتاسیم موجود در موز، آووکادو و پرتقال فشار خون رو کاهش میدن و به تعادل اثرات منفی سدیم کمک میکنند. چغندر سرشار از نیتراته که بدن اون رو به اکسید نیتریک تبدیل میکنه، مولکولی که رگهای خونی رو گشاد کرده و فشار خون رو کاهش میده. و آخرین مورد ورزش منظمه. ورزش رگهای خونی رو انعطاف پذیر و باز نگه میداره. علاوه بر این یک قلب قوی میتونه خون بیشتری رو با تلاش کمتر پمپاژ کنه. همونطور که گفتیم هورمون‌های مانند آدرنالین و کورتیزول افزایش فشار خون و ورزش به تنظیم این هورمون‌ها کمک می‌کنند. به علاوه ورزش به حفظ سلامت، به حفظ وزن سالم، مدیریت استرس و خواب بهتر هم کمک می‌کنه. دوچرخه سواری یا شنا باعث تقویت سیستم قلبی عروق سالم میشه. از طرف دیگر تمرینات قدرتی باعث عضلات‌سازی و تأثیر زیادی در کنترل وزن و قند خون داره. فقط قبل از شروع همه این برنامه‌های ورزشی جدید حتما با پزشک خود هم مشورت کنید، به خصوص اگه مدتی است که فعال نبودید. دوستان شما تشکر میکنیم که چهار پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.